همیشه بحث میکنی، هیچ وقت به من احترام نمیذاری. من باید برم سر کار، برگردم خونه. هیچ وقت به من احترام میذاری؟ هیچ وقت شده به من احترام بذاری؟ چرا باید به تو احترام بذارم؟ به من بگو چرا؟ باور کردنی نیست. تو زیادی جدی میگیری. نه اینطوری نیست. چند دفعه بهت گفتم. چیز مهمی نیست. واقعا اهمیتی نداره. تو چی میدونی؟ خواهش میکنم. به من بگو. بهم بگو چرا من نباید ناراحت بشم؟ به من مربوط نیست. برو به درک. پسرم حالت خوبه؟ و در آخر من میخوام که از همه تون تشکر کنم که اینجا اومدین و در این ورکشاپ خانواده شرکت کردین. امیدوارم که استفاده کافی رو برده باشین. و قبل از اینکه اینجا رو ترک کنین، من میخوام ازتون که این فرم ها رو پر کنید که ما بتونیم ورکشاپ های آینده رو بهتر کنیم. باز هم از شما تشکر میکنم. سلام هارپرید، قیافت نگرانه، مشکلی پیش اومده؟ راستش تازگی اوضاعی کمی استراب آور شده. میدونی شوهرم ساعتهای کارش رو کم کردن و اونم خیلی از این بابت نگرانه. بعضی وقتا هم خیلی عصبانی میشه. آره اینطور که پیداست بعضی استراباوری داری. بعضی وقتا کارمون به جر و بحث میکشه. دو روز پیش خیلی عصبانی شد و ما یه جر و بحث مفصل داشتیم. من فکر میکردم بس بهتر میشه، ولی دنی همه چیزو دید و خیلی ناراحت شد. این نقاشی رو اون کشیده. فکر میکنم جر و بحثای ما اونو ناراحت میکنه. من میترسم که چی میخواد پیش بیاد. شما درست میگید. من کسانی میشناسم که میتونم به شما کمک کنم. شاید بشه با همدیگه با اونو تماس بگیریم. شاید بشه با همدیگه با اونو تماس بگیریم. سلام هارپری. سلام، بفرمایید. سلام، اسم من جیمیه. من مددکار اجتماعی هستم و برای وزارت پرورش کودکان و خانواده کار میکنم. ما با هم تلفنی حرف زدیم. آره، بفرمایید تو، بفرمایید. مرسی. به عنوان یه مددکار اجتماعی درباره کار من از من سوالای زیادی میپرسن. همینطور در مورد سازمانی که من براش کار میکنم، وزارت پرورش کودکان و خانواده. در وهله اول و مهمتر از همه، هدف وزارت پرورش کودکان و خانواده اینه که از خانواده ها، نوجوانان و کودکان حمایت کنه. مددکاران اجتماعی و سایر کارمندان وزارتخانه میخوان که به خانواده ها کمک کنن. برای انجام این کارها وزارت پرورش کودکان و خانواده خدمات فراوانی برای کودکان و خانواده هاشون ارائه میکنه. این خدمات عبارتند از پیشگیری، پرورش کودک در دوره خردسالی و خدمات مراقبت کودکان، خدماتی برای کودکان و نوجوانانی که نیازهای خاص دارند، خدمات سلامت روانی کودکان و نوجوانان، امنیت کودکان، حمایت خانواده و خدمات کودکان تحت مراقبت، خدمات قبول کودک به فرزندخواندگی، خدمات دادگستری برای نوجوانان. به علاوه، وزارت پرورش کودکان و خانواده شماری از خدمات و برنامه‌های خدمات حمایت اجتماعی را هم تأمین مالی می‌کند. به دلیل حرفایی که بعضی از والدین شنیدند در مورد کارهایی که وزارت پرورش کودکان و خانواده می‌کند، درک جنبه امنیت کودک که یکی از خدمات این وزارتخانه است ممکن است برای آنها رعب‌آور و گیج کننده باشد. خیلی از والدین ممکن است بترسند که شاید کودکشان از آنها گرفته شود. ممکن است که آنها از حقوق خود به عنوان والدین آگاه نباشند و نقش و مسئولیت‌های مددکار اجتماعی را ندانند. خیلی مهم است که والدین بدانند که مهمترین نگرانی وزارت پرورش کودک و خانواده این است که به والدین کمک کنند تا راه‌هایی پیدا کنند که کودکشان در خانه امن و مورد حمایت باشد.
ما میدانیم که والدین فرزندانشان را دوست دارند و میخواهند والدین خوبی باشند و وزارت پرورش کودک و خانواده هم برای کمک به این امر خدمات حمایتی ارائه میکند و با همکاری خانواده ها برنامه های حمایت پرورشی تدارک میبینند. خیلی ممنون از ملاقات امروز. میدونم که خیلی سرتون شلوغه. خیلی باید سخت باشه که هر دوی شما کار میکنید و همزمان کارهای بچه ها هم سر سامان مودین. یکی از پرسش‌هایی که بیشتر والدین دارن این است که وقتی وزارت پرورش کودک و خانواده گزارشی درباره فرزندم دریافت می‌کند چه پیش می‌آید؟ چطور از پس این همه کار برمی‌آی؟ مهم است بدانی که بنا به قانون در بریتیش کلمبیا وزارت پرورش کودک و خانواده موظف است که گزارش‌های زیر را بررسی کند: بدرفتاری جسمی، بدرفتاری جنسی، قصور و اهمال و بدرفتاری عاطفی. هنگامی که مددکار اجتماعی گزارشی دریافت می‌کند مبنی بر اینکه یک کودک و خانواده‌اش ممکن است به کمک احتیاج داشته باشند، مددکاران با خانواده همکاری می‌کنند و سعی می‌کنند که زندگی خانوادگی آنها را مختل نکنند. بهترین راه حل را پیدا می‌کنند و در مورد نگرانی‌ها و برنامه‌هایشان به والدین اطلاع کافی بدهند. در طول ارزیابی مددکار اجتماعی به احتمال این کارها را انجام می دهند. با شما به عنوان والدین صحبت می کنند. ممکن است با فرزندانتان به تنهایی صحبت کنند. با کسانی که فرزند شما را می شناسند صحبت کنند. کسانی از قبیل آموزگاران، مشاوران، خیشان و پزشکان. گزارش های مدرسه، ارزیابی ها یا سایر مدارک مربوطه را بررسی کنند. به خانه شما بیاید تا شما و فرزندانتان را ببیند و به شما کمک کند تا مهارت‌های مورد نیاز والدین برای پرورش و تربیت فرزند را مرور کنید. در طول ارزیابی، مددکار اجتماعی باید با خانواده شما همکاری کند و شما را در جریان کار بگذارد. اگر در طول دوره ارزیابی احساس کنید که مددکار اجتماعی شما را از جریان کار مطلع نمی‌کند، حق دارید که درخواست فرآیند تضمین کیفیت کنید. این تدبیر به این خاطر در نظر گرفته شده است که خانواده‌ها خدماتی با کیفیت بالا دریافت کنند و راهکارهایی وجود داشته باشد که بتوانند صدای خود را به گوش مسئولان برسانند. به همین طریق مددکاران اجتماعی به منظور اینکه با خانواده‌ها به طور مشترک در این زمینه همکاری کنند، به منابع مختلفی دسترسی دارند، از قبیل کنفرانس گروه خانوادگی و میانجیگری. یکی از ترس‌هایی که اغلب والدین دارن این است که وزارت پرورش کودک و خانواده ممکن است فرزندشان را از آنها بگیرد. بسیار مهم است که والدین بدانند که بیشتر ارزیابی‌ها به جدا کردن کودکان از خانواده منجر نمی‌شود. هنگامی کودک از خانواده جدا می‌شود که در خطر فوری باشد و هیچ راه دیگری برای اطمینان از امنیت او وجود نداشته باشد. هنگامی که کودکی از خانواده جدا شود، یک قاضی به اظهارات و مستندات والدین و مددکاران اجتماعی رسیدگی می کند و بر اساس آن اطلاعات حکم نهایی را صادر می کند که آیا باید کودک در مراقبت وزارتخانه بماند یا نه. علاوه بر این، مددکاران اجتماعی به طور معمول با خانواده ها همکاری می کنند تا گزینه های دیگر را بررسی کنند، از قبیل اقامت کودک در نزد سایر اعضای خانواده یا دوستان تا زمانی که نگرانی ها در خصوص امنیت او برطرف شوند. باز هم ممنونم که امروز با من صحبت کردید. من واقعا تشکر میکنم از اینکه صداقت به خرج دادید در مورد اینکه جلوی پسرتون با شوهرتون جر و بحث کردید. من کنجکاوم که بدونم آیا موردهایی بوده که شما تونسته باشید اختلافاتتون رو با آرامش حل کنید؟ بعضی وقتا استراب باعث میشه که نتونم درست فکر کنم و از کوره در میرم، ولی بیشتر وقتا ما میتونیم مسائل رو با مکالمه آروم حل و فصل کنیم. چه چیزی فرق میکنه تو اون زمانها؟ نمیدونم. وقتی به خودم یادآوری میکنم که همیشه یه راه حلی پیدا میشه، موفق واقع بشه که متوجه میشیم اوضاع اونقدر هم بد نیست. بله. بنابراین وقتی یه قدم به عقب برمیگردین و به خودتون یادآوری میکنین که وضعیت اونقدرها هم بد نیست و اینکه مسئله شما یه راه حلی داره، مفید واقع میشه، درسته؟ خب پس به نظرتون اینجور فکر کردن چه جوری اوضاع رو تغییر میده؟ خب این کار من دیگه عصبانی نمیشم و دنی هم دیگه نمیبینه که ما همش دعوا میکنیم.
از صداقت شما متشکرم. تربیت بچه برای هر پدر مادری سخته. یکی از چیزایی که برای شما والده مهمه که بدونی اینه که اگر بچه به طور مرتب در معرض داد زدن، توهین، تهدید و جر و بحث والدین باشه، دچار اضطراب میشه و روی تلقی کودک از ارزش خودش و سلامتیش تاثیر میگذاره. در حقیقت به عنوان یک مددکار اجتماعی من والدین را تشویق میکنم که راههای ارتباطگیری موثرتری پیدا کنند، چرا که اینجور رویکردها در دراز مدت سودمندتر هستند. ما شاید بتونیم این راه ها رو با هم پیدا بکنیم. خیلی خوب. امیدوارم این ویدیو به شما کمک کرده باشد تا درباره وزارت پرورش کودک و خانواده و در مورد نقش پدر و مادر و پرورش کودک در کانادا اطلاعات بیشتری کسب کنید. به یاد داشته باشید که هیچ اشکالی ندارد اگر پرسش‌های بیشتری داشته باشید. همواره می توانید در این خصوص با کارکنان مدرسه یا مشاوران اجتماعی صحبت کنید یا با یک مددکار اجتماعی در محل خود تماس بگیرید.